تاریخ ما در موزه ها به خاطر مجموعه هایی که از اهمیت هنری، فرهنگی و علمی برخوردار هستند، محفوظ مانده اند. آنها داستان سرگذشت مردم، مکانها و رویدادها که دنیای ما را شکل داده اند ابراز می کنند. یک روز یک سری اتفاقات رخ خواهند داد که بسیار آخرالزمانی هستند که دنیایی که می شناسیم را به پایان می رسانند و دیگر موزه‌ای برای یادبود گذشتهشان باقی نخواهند ماند. اما اگر ما بتوانیم از چنین مکانی دیدن کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ موزه‌ای حاوی داستان سرگذشت و بقایای آخر زمان، از آن چه درسی می آموزیم؟ این چگونه باعث تغییر زندگی امروزی ما می شود؟ اما در حقیقت هیچ موزه‌ای به این شکل هرگز ساخته نخواهد شد. فقط به واسطه کلام خدا، تصورات ما می تواند نگاهی اجمالی به وقایع آینده در جدول زمانی نبوی خداوند داشته باشد. بنابراین برای کشف نقشه خدا برای آینده و ابدیت با من در این سفر نبوتی کتاب مقدس همراه شوید. در برنامه امروز سفرمان ما را به زمان بازگشت عیسی مسیح به زمین می برد. در دومین ظهور او به شکل یک نوزاد نیست، بلکه با تمام قدرت و جلالش به عنوان پسر خدا خواهد آمد. در برنامه امروز نطقه عطف با ما باشی. توقف بعدی ما در این سفر نبوتی آشکار کردن آن فاتحه است که باز می گردد. There is strength within the sorrow. There is beauty in our tears. And you meet us in our mourning with the love that cast out fear. You are working in are waiting. You're sanctifying us. When beyond our understanding, you're teaching us to trust. Oh, your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. You are wisdom unimagined. Who could understand your ways? Reigning high above the heavens, reaching down in endless grace. You're the lifter of the lowly. Compassionate and kind. And you surround and you uphold me. And your promises are my delight. Oh, your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire.
let this wash over you tonight. And even what the enemy means for evil, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good and for your glory. Even what the enemy means for evil, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. پیام امید در کتاب مقدس یک پیامی است که در روزگار ما به شدت مورد نیاز است. اغلب اوقات وقتی مردم به روزهای آخر فکر می کنند، متوجه نمی شوند اگر از پیروان مسیح باشید. این پیام امید است. کتاب مقدس چه می گوید؟ سرهای خود را بلند کنید از آن جهت که خلاصی شما نزدیک است. درباره شما نمی دونم، ولی وقتی به این رویدادهای امروزی نگاه می کنم، آن زمان دور نیست. برای همین امشب داستانی رو تعریف می کنم تا توضیح دهد قرار است همه چیز به کجا برود و چگونه به پایان می رسد. در سر تا سر کتاب مکاشفه به نظر می رسد هر جا که نگاه می کنیم شرارت، رنج و آزار و اذیت بی سابقه نسبت به قوم خدا یک امر رایج است. اما در فصل 19 از کتاب مکاشفه لحظه ای فرا می رسد که قوم خدا از وقتی که عیسی مسیح در مقابل شاگردان مبهوت شده اش بالا رفت انتظارش را می کشند. این لحظه، لحظه بازگشت مسیح است. چند فصل آخر کتاب مکاشفه و بخش عظیمی از کتاب متی فصل 24 درباره جزئیات و چگونگی ظهور مسیح برای داوری و عدالت روی زمین به ما می گوید. کتاب مقدس اطلاعات زیادی درباره اولویت بازگشت او به ما می دهد. در متی 24:30 می خوانیم: آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع توایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را بینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید. اکثر ما مسیحیان که امشب در اینجا هستیم با اولین ظهور عیسی، یعنی زمانی که وارد بیت لحم شد، بسیار آشنا هستیم. اما مردم خیلی اوقات تعجب می کنند از یادگیری در مورد جاهایی که به دومی ظهور او اشاره کرده نسبت به ظهور اولش. با ضریب 8:1 کتاب مقدس در عبرانیان 9:28 می گوید برای کسانی که منتظر او می باشند ظاهر خواهد شد به جهت نجات. و در واقع این از کتاب پیدایش آغاز می شود. آیا این را می دونستید که خنوخ ظهور دوم مسیح را پیشگویی کرده بود؟ یهودا به ما می گوید که خنوخ ظهور دوباره مسیح را از قبل پیشبینی کرد. در یهودا 14:15 می گوید لکن خنوخ که هفتم از آدم بود درباره همین اشخاص خبر داده گفت اینک خداوند با هزاران هزار از مقدسین خود آمد تا بر همه داوری نماید و جمیع بیدینان را ملزم سازد بر همه کارهای بیدینی که ایشان کردند و بر تمامی سخنان زشت که گناهکاران بیدین به خلاف او گفتند. جالب نیست خنوخ در کتاب پیدایش گفت عیسی باز می گردد. دانیال نبی گفت عیسی دوباره باز می گردد.
او به خاطر رویاهای نبوتیش مشهور بود و یکی از رویاهای او است. او به ما در مورد ظهور دوباره عیسی مسیح میگوید. او گفت: و در رویای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قوم‌ها و امت‌ها و زبان‌ها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بی‌زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد. و زکریای نبی پایان نبرد جنگ بین مسیح و زد مسیح را پیشگویی کرده بود و خود عیسی بر روی کوه زیتون گفت: زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد و فوراً بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوتهای افلاک متزلزل گردد. آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را بینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید و فرشتگان خود را با سور بلند آواز فرستاده برگزیدگان او را از بادهای اربعه از کران تا به کران فلک فراهم خواهند آورد. اینها کلام عیسی هستند. عیسی گفت: یک روز او بر می گردد و وقتی برگردد این کار شبیه به بالا برده شدن، یعنی زمانی که ما برای ملاقات با او به آسمان رو بوده می شویم، نیست. یک لحظه پنهانی برای ایمانداران وقتی بار دوم می آید، کتاب مقدس می گوید همه روی زمین بازگشت او را خواهند دید و حتی فرشتگان در مورد آن صحبت کردند. یادتون هست وقتی عیسی به آسمان باز می گشت، یادتان هست آنها چه گفتند؟ ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید. همانطور که به بالا رفت گفتند باز خواهد گشت. و پولس در نامش به تسالونیکیان گفت: عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود، در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی‌کنند. بارها و بارها در کتاب مقدس از پیدایش در عهد عتیق تا گفته های انبیاء عهد عتیق تا عهد جدید طبق گفته های عیسی، پولس و کلام فرشتگان همه و همه یک چیز را میگویند: خداوند عیسی مسیح روزی به زمین باز خواهد گشت. این پیشبینی بازگشت اوست. این چیز خوبی است که براش دست بزنیم. آمین. مکان بازگشت او جای جالبی است. کتاب مقدس به ما گفته که وقتی او بازگردد در کجا نزول می کند. به زکریا باب 14 آیه 4 گوش کنید: و در آن روز پایهای او بر کوه زیتون که از طرف مشرق به مقابل اورشلیم است خواهد ایستاد و کوه زیتون در میانش از مشرق تا مغرب منشق شده، دره بسیار عظیمی خواهد شد و نصف کوه به طرف شمال و نصف دیگرش به طرف جنوب منتقل خواهد گردید. سال پیش با 800 نفر به اسرائیل رفتیم و یکی از جاهایی که دوست دارم موعظه کنم روی پلکان جنوبی هست، چون نگاه میکنید به افق و به طور کامل کوه زیتون که عیسی از روی آن به آسمان صعود کرد و یک روز دوباره باز میگردد را ببینید. هر وقت موعظه میکنم احساس برکت زیادی دریافت میکنم، چون خداوند از آنجا بالا برده شد و این مکانی است که یک روز برمیگردد و همونطور که عیسی گفت اتفاق میافتد. کتاب مقدس به ما میگوید یک آماده سازی برای بازگشت او وجود دارد. در مکاشفه 19:19 ما میخوانیم: و دیدم وحش و پادشاهان زمین و لشکرهای ایشان که جمع شده بودند تا با اسب سوار و لشکر او جنگ کنند. در مرحله نهایی در آخر زمان تمامی شورش‌هایی که طی دوره 7 ساله بوده در نبرد هارمجدون به اوج میرسد. در این نبرد ضد مسیح، پادشاهان زمین و افراد بیچاره‌ای که از او پیروی می‌کنند برای آخرین بار جمع شده و در این زمان آنها سعی خواهند کرد که بر علیه عیسی مسیح جنگ کنند تا او را شکست دهند. تصور کنید چقدر احمقانه است یک نفر فکر کند می‌تونه بر علیه خدا بجنگد و پیروز شود. اما آنها چنان مصمم خواهند بود که بر علیه عیسی مسیح بجنگند که تمام نفرت خود را نسبت به یکدیگر فراموش کرده و دشمن مشترک باعث میشه جمع شوند و متحد شوند تا در آخرین فرصت عیسی مسیح را شکست دهند. بعد کتاب مقدس به ما گفته که چه اتفاقی میفته: و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و جنگ می نماید. وقتی عیسی برای اولین بار به زمین آمد در گمنامی آمد،
اما وقتی بار دوم بیاید هر چشمی او را خواهد دید و تمامی جهان شاهد بازگشت او خواهند بود. من شنیدم مردم سعی کردن این رو توضیح دهند، میگویند بله چون تلویزیون و ماهواره داریم او رو توی تلویزیون میبینیم. گوش کنید، اگر کسی که همه چیز را خلق کرده بخواهد همه او را ببینند این کار رو میکنه. نمیدونم چگونه، اما کتاب مقدس میگوید وقتی او برای بار دوم میآید تا هر چیزی که اشتباه است را درست کند، هر چشمی در هر مکانی در هر گوشه از این جهان شاهد بازگشت او خواهد بود. و کتاب مقدس به ما میگوید مثل هر مبارزی که تا حالا آمده نخواهد آمد. مکاشفه 19 آیه های 12 و 13 میگوید و چشمانش چون شعله آتش و بر سرش افسرهای بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش هیچ کس آن را نمیداند و جامه‌ای خون‌آلود در بر دارد و نام او را کلمه خدا میخوانند. و کتاب مقدس به ما میگوید به تنهایی نمیآید. به من گوش کنید، میدونستید اگر شما یک مسیحی هستید همین حالا در همین زمان اگر آمدن خداوند با تأخیر باشد شما بالا برده خواهید شد. اگر شما قبل از بازگشت فوت کنید ربوده خواهید شد قبل از حتی کسانی که زنده اند. و کتاب مقدس میگوید فوراً به بهش میروید و با خداوند خواهید بود. و کتاب مقدس میگوید وقتی او برمیگردد تا در این نبرد نهایی به جنگت ما با او همراه خواهیم بود. کتاب مقدس میگوید با مقدسینش و با فرشتگان نیرومندش میآید. آمین. زکریا باب 14 آیه 5 میگوید یهوه خدای من خواهد آمد و جمیع مقدسان همراه تو خواهند آمد. و یهودا 14 میگوید ببینید خداوند با ده ها هزار نفر از مقدسین خود میآید. کتاب مقدس میگوید همه به لباس سفید ملبس میشوند. به این فکر میکردم آدم های زیادی رو نمیشناسم که با لباس سفید به جنگ بروند. اما تمامی این ارتش سفید پوش خواهند شد. میدونید چرا؟ چون آنها قرار نیست کاری انجام دهند. آنها نمی جنگند. آنها تماشا می کنند. کتاب مقدس می گوید خداوند همه کار را انجام می دهد. به ما نیاز ندارد ولی آنجا خواهیم بود تا شاهد باشیم. آمین. و کتاب مقدس می گوید او با عدالت داوری خواهد کرد. و از دهانش شمشیری تیز بیرون می آید تا به آن امتها را بزند و آنها را به عصای آهنین حکمرانی خواهد نمود. و او چرخشت خمر غضب و خشم خدای قادر مطلق را زیر پای خود می افشرد. کتاب مقدس می گوید یک روز خدای قادر مطلق همه چیز را درست می کند. در مورد شما نمی دونم، اما بعضی وقتها در طول چند هفته گذشته حس کردم که جهنم درهاشو باز کرده و هر چیز بد که تصورش رو می کنی بیرون آورده. وقتی تلویزیون رو تماشا می کنم و آیه هایی از کلام خدا البته خواندم در این باره، من داستانی رو درباره پادشاه نبوکدنصر خواندم که چقدر مرد منفوری بود. یکی از دشمنانش که اسیر شد 7 پسر داشت و او چشمان آنها رو از حدقه در آورد و در آخر چشمان پدرش رو در آورد. تا آخرین چیزی که دیده بود نابینا شدن فرزندانش بود. در همین دوره از تاریخ است که شما در مورد گردن زدن می‌خوانید. هیچ وقت فکر نمی‌کردم در طول عمرم این رو ببینم، چنین اصطلاحی رو بشنوم و این اتفاق برای کودکان و جوانان و حتی نوزادان نیز اتفاق افتاده و بعد آنها رو در گورستان جمعی می‌اندازند. چطور با چنین اتفاق وحشتناکی برخورد میشه کرد؟ به بسیاری گفتم جهنم برای چنین افرادی که مردم را شکنجه میدهند داغ میباشد. میپرسیم چگونه این رو میشه درست کرد؟ چرا خدا کاری نمیکنه؟ و بهتون میگم برمیگرده و همه چیز رو درست میکنه. در آن آیه که چند دقیقه پیش براتون خوندم، همان آیه‌ای که به خانوخا یهودا نسبت داده شده، او توضیح میدهد که وقتی خدا در پسرش عیسی مسیح باز می‌گردد چه اتفاقی روی زمین می‌افتد. به این کلمات دوباره گوش کنید. لاکن خنوخ که هفتم از آدم بود درباره همین اشخاص خبر داده گفت اینک خداوند با هزاران هزار از مقدسین خود آمد تا بر همه داوری نماید و جمیع بیدینان را ملزم سازد بر همه کارهای بیدینی که ایشان کردند و بر تمامی سخنان زشت که گناهکاران بیدین
به خلاف او گفتند. 4 بار کلمه بیدینان نشان داده شده. وقتی عیسی باز می گردد، او با شورش و گناه و تخریب و نفرت و عصبانیت و شرارت روی این زمین مبارزه خواهد کرد و او این کار رو در یک لحظه انجام خواهد داد به طور سریع. طول زیادی نخواهد کشید. کتاب مقدس می گوید هدف او این است که همه چیزهایی را که به نظر می رسد در حال حاضر برای ما ناهماهنگ هستند اصلاح کند. و سپس کتاب مقدس به ما می گوید وقتی او بیاید، کسانی که تمام این ویرانگی ها رو تا پایان آن دوره از زمان به وجود آورده اند مجازات خواهد کرد. مکاشفه 19 آیه های 17 و 18 و 21 می گویند و دیدم فرشته ای را در آفتاب ایستاده که به آواز بلند تمامی مرغانی را که در آسمان پرواز می کنند ندا کرده می گوید بیایید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپهسالاران و گوشت جباران و گوشت اسب‌ها و سواران آنها و گوشت همگان را، چه آزاد و چه غلام، چه صغیر و چه کبیر. این جالبه که فصل 19 از مکاشفه از دو ضیافت صحبت میکنه. یکی ضیافت عروسی بره است و دیگری در مورد ضیافت خدا. و پیشنهاد میکنم برای ضیافت عروسی بره جا رزرو کنید، چون در شام خداوند، در ضیافت خداوند شما شام خواهید بود. اگر خدا رو نمیشناسید شام خواهید بود. خدای قادر مطلق بسیار بسیار در حرف زدنش قاطع است. هرچند ممکنه رویدادهای امروز برای ما ناراحت کننده باشد، ما خدایی رو خدمت میکنیم که قادر به درست کردن امور است و روزی مجازات شریران چنان ویران کننده خواهد بود که خداوند مجبور میشود تمامی پرندگان جهان را احضار کند تا بیایند و لاشه های نابود کنندگان را پاک کنند. و بعد از آن کتاب مقدس به ما میگوید کسانی که مرتکب این همه شرارت شدند بین هیچ کدام از آنها تمایزی قائل نخواهد شد. آیه های 20 و 21 میگویند و وحش گرفتار شد و نبی کاذب با وی، این هر دو زنده به دریاچه آتش افروخته شده به کبریت انداخته شدند و باقیان به شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون می آمد کشته شدند. کتاب مقدس می گوید وقتی او برمی گردد بعد از اینکه کسانی که پیروی کردن رو مجازات می کند، او لحظه ای خاص رو در نظر دارد و اون ضد مسیح و نبی دروغین را می گیرد و این دو موجود شیطانی ناخواسته افتخار این را خواهند داشت که قبل از شیطان به جهنم افکنده شوند. شیطان تا آخر دوره هزاره به آنها ملحق نخواهد شد. مکاشفه 20:10 می گوید و ابلیس که ایشان را گمراه می کند به دریاچه آتش و کبریت انداخته شد، جایی که وحش و نبی کاذب هستند و ایشان تا ابد الآباد شبان روز عذاب خواهند کشید. آن جانور و آن نبی دروغین در ابتدای دوره هزاره به دریاچه آتش افکنده خواهند شد. 1000 سال بعد شیطان به دریاچه آتش افکنده می شود و می دونید آن جانور و نبی کاذب هنوز همان جا خواهند بود. 1000 سال در آن آتش بودند و هرگز آنجا را ترک نمی کنند، چون خدای قادر مطلق کارها را درست می کند. اگر شما عیسی مسیح را به عنوان ناجی شخصی خود می شناسید، به این کلام گوش می کنید و هرچند ممکن است حدودی ترسناک باشد و من قرار است این چیزها را به شما بگویم چون این چیزی است که کتاب مقدس می گوید، اما ترس ندارید برای سلامتیتون. ترسناک است چون افتادن در دستهای خدای زنده چیزی هولناک است. اما اگر عیسی رو می شناسید، این فقط یادآوری می کند که وقتی در دوران سخت هستید و دشوار هست براتون که شاید دشمن در کشمکش ها پیروز می شه ولی در این جنگ شکست خورده، و کتاب مقدس می گوید وقتی عیسی بر می گردد او با نفس دهانش با تمام اینها برخورد خواهد کرد. من که دلم نمی خواد در مورد این موضوع بی خیال باشم، اما عیسی دوباره به این زمین باز خواهد گشت و با یک همه چیز تمام خواهد شد. همه چیز تمام میشه، چون این فرد همان کسی است که سخن گفت و این جهان را به وجود آورد و او تنها کسی خواهد بود که این جهان را در نهایت درست خواهد کرد. کتاب مقدس میگوید چون به او اعتماد داریم تا ابد و برای همیشه با او خواهیم بود. اگر عیسی مسیح رو میشناسید، کتاب مقدس میگوید اگر شما در زمان بازگشت عیسی هنوز زنده هستید به بالا برده خواهید شد
و به بهش خواهید رفت. اگر در آن زمان فوت کردید، کلام میگوید مردگان در مسیح اول خواهند برخاست، آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. پس اگر مسیحی هستید، وضع شما خوبه. اگر مسیحی نیستید، تنها راهی که به وسیله آن میتونید از داوری وحشتناکی که قرار است بر سر این جهان بیاید و از مجازات ابدی دریاچه آتش محافظت شوید این است که امروز به عیسی مسیح توکل کنید. برخی از شما میگویید منتظرم ببینم آیا بالا رفتن کلیسا اتفاق میافتد بعد ایمان میآورم. اینطور نیست. کتاب مقدس میگوید کسانی که انجیل را قبل از بالا برده شدن کلیسا شنیدن و رد کردن گرفتار نیروی گمراه کننده خواهند شد چون باور نکردند. مردم به طرق مختلف درباره بالا رفتن کلیسا صحبت میکنند. آنهایی که عیسی مسیح را رد کردند هلاک میشوند برای همیشه. نه، بهش مکانی است که همین حالا باید جا رزرو کنید. قرار نیست دم در برسید و بخواهید وارد شوید. همین حالا رزرو باید بکنید. باید از عیسی مسیح بخواهید وارد زندگیتون بشه و نجاتتون بده، ناجی شما باشه. از شما میخواهم این را بدانید که اگر عیسی مسیح رو امشب نمیشناسید، فرصت میدم به شما که او رو دریافت کنید. میخوام مطمئن شوم که درک کنید که کتاب مقدس میگوید امروز روز نجات است. اگر این پیام رو بشنوید و روح القدس قلبتون رو لمس میکنه، نباید ازش بگذرید. این تفاوت بین بهشت و جهنم برای شماست. این تفاوت بین مرگ و زندگی است. این تفاوت بین صلح و آرامش و ترس در مورد اتفاقاتی است که در آینده رخ می‌دهد. پس امشب از شما می‌خواهم اگر ناجی من را نمی‌شناسید، از او بخواهید وارد قلبتون بشه. در حالی که دارم این دعوت را به شما می‌دهم، بیایید و او را به عنوان خداوند و ناجی بپذیرید. اطمینان حاصل کنید که وقتی امشب از اینجا بیرون می‌روید، می‌دانید اگر خداوند عیسی قبل از اینکه شما به منزلتون برسید بیاید، به بالا برده خواهی شد و کتاب مقدس میگوید همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. دوست من، امشب میخوام این رو بدونی که خدا دوستت داره، همیشه داشته و نقشه‌ای برات آماده کرده تا تو را به اون وسیله به بهش ببره. ساده هست حتی یک کودکان رو دریافت کنه، اما خدای من خودش رو به هیچ کس تحمیل نمی کنه. هدیهش رو پیشنهاد میدهد، منتظر میماند تا آن را دریافت کنی و امشب از شما میخواهم که دعا کنی تا این هدیه رو دریافت کنید و عیسی مسیح را بپذیرید. متشکرم که با من در برنامه نطقه عطف امروز همراه شدید. هرچه کلام خدا را بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر درک می‌کنیم که خدای محبت مشتاق این است که رابطه شخصی با تک تک ما داشته باشد. اگر مایل هستید که این رابطه را شروع کنید، اولین قدم این است که از گناه خود توبه کنید و از عیسی مسیح بخواهید که ناجی و خداوند شما شود. وقتی این تصمیم را می‌گیرید که هدیه رایگان خدا را دریافت کنید، سفر شما به عنوان یک خلقت جدید با خدا شروع خواهد شد. بنابراین اگر امروز اولین قدم از ایمان را برداشته اید، من شما را تشویق می کنم که تصمیم خود را با دیگر مسیحیان در خدمات قابل اطمینان یا کلیسای محلی در میان بگذارید و در ایمان جدیدتان رشد کنید. خدا به شما برکت دهد همین گونه که با او راه می روید و مشتاقانه منتظر دیدن شما در برنامه بعدی نطقه عطف هستم.